همه ما عاشق این علامتیم تو گوشی‌های موبایلمون و دو دلیلم داره. یک، وقتی از خونه میریم بیرون مطمئنیم که باتری بیشترین طول عمر خودش رو خواهد داشت. دوم اینه که کلاً حس خوبی میده. اما این کاری نیست که باید هر روز انجام بدید و برای باتریتون مفید نیست. جلوتر چرایش رو توضیح میدم. اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو خوشحال میشم اول ویدیو رو لایک بکنین، دوم مطمئن بشین کانال رو سابسکرایب کردی در یوتیوب. اکثر وسایل الکترونیکی که این روزها استفاده میکنیم باتری دارن با ساختار لیتیوم آیون که در ایران با نام لیتیوم یونی شناخته میشه و عمر مفید اونها بر پایه چیزی به نام چرخه شارژ. پرانتز باز میکنم، الان گفتم چرخه شارژ. چرخه شارژ رو این شکلی میشه توضیح داد. باتری هم مثل هر دستگاه دیگه ای عمر مفید داره. عمر مفیدش رو تعداد دفعات شارژ مشخص میکنه. اما کی کنتور میندازه که یک چرخه شارژ رو شامل بشه؟ وقتی که از بازه 0 تا 100% باتری رو شارژ کنید. پرانتز بسته. این ویدیو برای دارندگان تمامی برندهای موبایل جواب، اما مثال‌ها رو حول آیفون میزنم. چرا؟ چون که از همه شفاف‌تر داره مدیریت باتری انجام میده، واسه همین توضیح مسائل راحت‌تر. شما میتونید سلامت باتریتون رو در گوشه‌های آیفون به درصد ببینید. برای انجام این کار به بخش تنظیمات برید، گزینه باتری و گزینه باتری هلث رو ببینید. این آیفون 12 سلامت باتریش روی 95%، یعنی 5% از سلول‌های باتری اون زوارشون در رفته. همه ماها دوست داریم طول عمر باتریمون همیشه در حد خوب مثل روز اولی که روشنش میکنیم باشه. خب اینو داشته باشه. اینکه گوشی رو تا 100% توی شارژ نگه دارین و بعدش از شارژ در بیارید استفاده بکنین تا 0% بشه، دوباره اونو بزنید به شارژ، عادت بدیه و به موجب اون در مدت زمان کوتاهی یه سری از سلول‌های باتریتون خسته میشن. بهترین عادت شارژ نگه داشتن شارژ دستگاه بین بازه 20% تا 80%، یک کمی اختصاصی تر 30 تا 40% بین 80%. اینطوری هم عمر باتری بالاتر میره، همینطوری طول عمر بهتری رو از باتری دریافت میکنه. پرانتز باز، طول عمر باتری یا همون باتری لایف تایم به معنی زمان نگه داشتن شارژ تو همین باریه که شارژش کردی و ربطی به عمر کلی باتری نداره. پرانتز بسته. داشتم میگفتم این حرکت موجب این میشه که طول عمر باتری در بهترین حالت خودش قرار بگیره، سلامت باتری حفظ بشه و خیلی دیر خراب بشه، در مرحله سوم مانع فشار اومدن به دستگاه میشه. چرا که وقتی باتری دستگاه از یه حدی میاد پایین تر، احتمال اینه که به دستگاه فشار بیاد بسته به برند گوشی شما میره بالا. حالا اپل یک راه حل برای این قضیه داره با نام اپتیمایز باتری شارژینگ. برای درک بهتر اون کمی باید اون رو توضیح بدم. گوشی های آیفون با یادگیری ماشینی و عادت شارژ شما میان مثلا تا ساعت 5 صبح باتری رو تا 80% شارژ میکنن و تو همون بازه دیگه شارژ رو نگه میدارن. نیم ساعت قبل از اینکه شما بیدار بشین دوباره گوشی رو فول شارژ میکنن، از 80 میبرن تا 100%. اما مابقی برندها چی کار میکنن؟ گوشی رو میزنید به شارژ، با توجه به سرعت شارژی که داره ساعت 12 فول شارژ شده. این دیگه از ساعت 12 تا 6 صبح که شما بیدار میشید رو حالت 100% شارژش قرار داره و وقتی که به 100% میرسه شارژ قطع میشه. اما به محضی که 1% شارژش کم میشه میاد رو 99، دوباره اون رو شارژ میکنه میبره رو 100%. همین موجب میشه که همون سلول های پایانی ظرفیت شارژ، یعنی 99 100 95، نمیدونم چه درصد هایی رو دقیقا شامل میشه، ولی اینها خیلی زود خسته میشن یا اگزاستد میشن و بعد از یه مدتی میبینید که گوشی رو به محضی که در میاری سریعا 4-5% از ظرفیت باتریت کم میشه. علت داستان همین. حالا اگر شما ظرفیت باتریتون رو بین 30 و 40 تا 80 نگه دارید، اولا این چرخه هیچ وقت اتفاق میفته، چون چرخه بین بازی زیر 20% تا 100%. شما دقیق تر بگم، اگر ظرفیت باتری همیشه بین 20 تا 80% باشه، این چرخه در باتری شما تکرار نمیشه و عمر باتری شما دیرتر خراب میشه. دقت بکنید میگم دیرتر خراب میشه، یعنی اینکه هر کاری بکنید عمر مفید باتری شما همینطوری در گذر زمان کم و کمتر میشه. حالا اگر ظرفیت باتری از 20% بیاد پایین‌تر، ممکنه به دستگاه فشار بیاد. در هر برندی بسته به نرم افزاری که خودشون اختصاص دادن، وقتی گوشی وارد لو باتری مود میشه کمی به گوشی فشار میاد. چرا؟ به عنوان مثال در گوشی‌های آیفون وقتی وارد لو باتری میشه، گوشی به اصطلاح وارد تراتلینگ میشه. تراتلینگ زمانیه که سخت افزار با دستور نرم افزار عملکرد خودش رو پایین میاد. این موجب میشه در استفاده عادی از گوشیتون و مدیریت اپ های پس زمینه یا بک‌گراند اپس متوجه بشید که عملکرد کمی ضعیف شده. گوشی ممکنه لگ بزنه یا ممکنه اپ هایی که تو بک‌گراندن دوباره اجرا بشن و تو حافظه باقی نمونده باشن. این برای اینه که سعی کنه گوشی دیرتر شارژش تموم بشه و شما رو روی 0% ظرفیت باتری نگه نداره. خب پس بهتره که ظرفیت باتری بین 20 تا 80% باقی بمونه. ممکنه بگی بابا حوصله داری،
هی گوشی رو بزنیم به شارژ، هی در بیاریم. حقیقت داستان اینه، اگر این کار نکنین دو سال دیگه طول عمر باتریتون اصلا این شکلی نیست و مجبوری با خودت هر روز یه دونه پاور بانک 1 کیلویی رو حمل بکنی یا گوشید از یه حدی میاد پایین‌تر سریع خاموش میشه. امیدوارم ویدیو براتون کارآمد بوده باشه. اگر اینطوری بود خوشحال میشم اون رو برای دوستانتون به اشتراک بذارین تا اونها هم بدونن سلامت باتریشون تو این اوضاع بد اقتصادی حفظ بشه، مجبور نشیم باتری‌ها رو تعویض کنیم. ارادتمند شما اهورنیازی.